خب چالش های به وجود اومده بر سر قطع توزیع بنزین و مسائل مرتبط به اون رو بررسی میکنیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای برزگر، در سالگرد اعتراضات آبان ماه دو اتفاق افتاد، یکی قطع توزیع بنزین در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور و دیگری هک شدن بیلبوردهای دیجیتال بزرگراه‌ها و جایگاه‌های سوخت پمپ بنزین‌ها. چه اهداف و تأثیراتی میتونه به همراه داشته باشه این گونه اقدامات؟ خب روشن هست که مهمترین پیامد چون این کاری به در واقع یادآوری حوادثی است که در آبان ماه 98 اتفاق افتاد، در پیامد گران شدن ناگهانی بنزین و بعد اعتراضات مردمی که در نهایت به خونبارترین سرکوب و کشتار تظاهرات مردمی در تاریخ معاصر ایران انجامید. طبیعی است که امروز هر شهروندی که به جایگاه‌های سوخت بنزین مراجعه می‌کنه یا مثلا در خیابان‌ها در حال رانندگی آن بیلبوردها رو می‌بینه، بلافاصله و ناخودآگاه چه بخواد چه نخواد به یاد سال 98 و آبان 98 و حوادثی می‌افته که از در واقع جان باختن دست کم 1500 هم از شهروندان ایرانی در اون زمان انجامید و دلیلی هم نداشت جز در واقع اعتراضی که شهروندان میکردن به نحوه اداری کشور. و امروز میبینیم که این وضعیت به مراتب وخیمتر و بحرانیتر از سال 98 هست، فشاری که بر مردم وارد میشه از جمعهای مختلف. بنابراین چون این اقدام یعنی هک کردن جایگاه سوخت یا بیلبوردهای شهری، اقدامی است که بی هزینه است، بدون خشونت است، اما در این حال حاوی پیام‌های بسیار بسیار روشن سیاسی است. آقای برزگر، این گونه اقدامات به خصوص چند ماه گذشته به کرات اتفاق افتاده، ماجرای زندان اوین بود و مسائلی از این دست. چقدر این گونه اقدامات و اتفاقات نشان دهنده ضریب نفوذپذیری و آسیب پذیر بودن نظام هست علارغم همه تبلیغاتی که انجام میشه؟ کاملا پرسش به جا و درستی است. شما دقت بکنید در آنچه که مثلا در تاسیس جمهوری اسلامی افتاد که به هر حال تصور بر این بود که بالاترین میزان امنیت رو در اونجا رعایت بکنند، اما میبینیم که این گونه نیست. از روبودن کامیون ها سند محرمانه هسته‌ای گرفته تا ترور چهره‌های مهم در برنامه هسته‌ای ایران مثل ترور فخری‌زاده یا اقدامات دیگر از این شکل، همه اینها نشان دهنده این هستش که تا چه اندازه در واقع جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست و قدرتی که ما شاهدش هستیم یا جمهوری اسلامی مدعی اون هست تنها صرفا محدود میشه به برخورد با شهروندان بیدفاعی که تنها خواستار برآورده شدن حقوق خودشون هستن. اما هر آنجایی که امری جدی در میان هست، کاملا میزان آسیب پذیری و نفوذ پذیری روشن هست. حالا این میخواد در برنامه های هسته‌ای و تاسیسات هسته‌ای باشه، در دفاع و محافظت از چهره های شاخص باشه، یا مثلا فرض کنید که سیستم کامپیوتری زندان اوین که امنیتی ترین زندان جمهوری اسلامی هست، یا جایگاه های سوخت یا بیلبورد های شهری. یعنی در واقع وضعیت به گونه است که مخالفان جمهوری اسلامی به روشنی رو آشکار کردند که اگر اراده بکنن می توانن حتی در خیابان های تهران، اصفهان و هر شهر دیگری پیام های خودشون رو در معرض دید مخاطبان قرار بدن و با مختل کردن اولیه در واقع اون شیوه های اولیه خدمات رسانی مثلا فرض کنید تامین سوخت، در واقع یک وضعیت به هم ریخته ای رو در کشور ایجاد بکنن. بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از لندن.